کامل عزیز. فینال وزن 92 کیلو، کامران قاسمپور، دلاور از خطه پهلوان خیز مازندران، شهر جویبار، استوار وارد سالن میشه. گام‌های استوار و با اعتماد به نفس بالا میاد پهلوان کشورمون وارد تو شک بشه و یک کشتی جذاب دیدنی و میاد اینجا برای تو شک و با بدن آماده و سرحال یا آمادگی 70% تقریبا و در طرف دیگه هم کشتگیر قزاقستان داولون بایوف از قزاقستان وارد تو شک میشه دوان دوان، کشتگیری که در مسابقات جاکارتا مدال برنز گرفت، مغولستان هم در آسیای برنز گرفت، اما کامران قاسمپور دلاور کشورمون در مسابقات رومانی 2018 در اومیتا طلا گرفت، 2019 در بوداپست طلا گرفت، او موفق شد در مسابقات چین هم 2019 طلا بگیره، در اسلو هم موفق شد طلا بگیره و کاکس امریکایی رو شکست داد. دستاش کار میکنه به خوبی و سعی میکنه شرط برای زیرگیری های خودش مهیا کنه. عاشق زیرگیری های ناب تیم دلاور، چقدر زیبا، چقدر تکنیکی، چقدر به موقع به پا میرسه و از اون بهتر با سرزیبرهای خودش و درخکنهای خودش موفق میشه رقبای خودش رو خاک کنه. یا لحظه دستاش کار میکنه، ببینین از دو پا هم زیره، هم چپ رو میگیره هم راست رو میگیره. یک بار دیگه حریفش سعی میکنه که شرایط برای زیرگیری خودش مهیا کنه، کار به اون نمیده. داولو بایوف با باز هم در سرشاخ، بایوف در تلاش هست اینکه داولو بایوف و سعی میکنه روی کار کردن یک قوس دیگه، این قوس ها تکون میده حریفو تا اینکه تادرش هم برای زیر اقدام میکنه. یه زیرگیری از بایوف موفق نمیتونه داستان پرتوان کامران قاسمپور عبور کنه. مربی سازنده از نوجوانان آقای حسین نقیبی در جویبار برای زیر اقدام میکنه، یک بار دیگه ناموفق، نمیتونه نتیجه ای بگیره، بدون برای قوس کردن چه قوس هایی میکنه. بعد باز هم زیرگیری از بایوف، داولو بایوف که ناموفق و نمیتونه از زیرگیری خودش نتیجه ای به دست بیاره. داولو تذکر میده بود، خب داولو به او تذکر میده، صحبت میکنه، بدون برای یه تذکر میده برای اینکه کمکاری میکنه. یک بار دیگه بعد در تلاش هست اینکه بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه، به دنبال کار کردن دستا. کامران قاسمپور رو به منطقه کنار توشک هدایت میکنه و موفق میشه در بینات چاک خاک کنه و دو امتیاز بگیره، دو امتیاز میگیره از حریف خودش در یه حمله برقاسا تکنیکی، موفق میشه حریف خودش رو خاک کنه یه زیر و موفق میشه در بینات توشک دو امتیاز از حریفش بگیره. نتیجه کشی 2-0 به نفع کامران قاسمپور در آبرگاه مسابقات جام تولیخانوف که رنکینگ اتحادیه جانی کشتی هست، تا این لحظه کشتی بسیار جذاب و دیدنی گرفته کامران دلاور. او در دور نخست موفق شد الیاس از قزاقستان شکست بده، ویکی هندرو اونمادار آسیا رو شکست داد، حالا یک بار دیگه سرگردان ما هار میکنه تا اینکه بتونه خاک کنه، دور میزنه تا اینکه بتونه اثر بشه امتیاز بگیره، میزنه یک کتف دیگه اش در ماره رکبی لحظه سرگردان رو گرفت، میره تا اینکه در بیناچه خاک کنه حریف خودش که دو تا کشتی گیر توش خارج میشن، امتیازی در بر نداره. برای در دور دوم هم موفق شد ویکی ویکی رو شکست بده، بعد اونو باگن زایوف از قزاقستان رو 11-0 شکست داد، حالا در کشتی چهارم در فینال در مقابل این قزاق قرار گرفته و ببینیم که به این شکل سعی میکنه که شرایطو برای زیرگیری ناب ایرانی خودش مهیا کنه. زیرگیری ناب ایرانی رو معنا میکنه دلاور کامران برای زیرگیری زیر دو خم خاک و دو امتیاز یا چهار امتیاز، ببینیم اینجا چهار امتیاز، چهار امتیاز، شیر مادر نان پدر حلال دلاور، یه چهار امتیازی دلاور واسه چهار امتیاز میده، ولی مثل اینکه چهار امتیازش تایید نمیشه، روی تابلو فعلا دو امتیاز هست چون با نشیمنگاه ابتدا نشست. باسم در سرشاخ برای هم دو امتیاز درست بود، دو امتیاز درست بود یک بار دیگه، ولی داور افتاد چهار امتیاز داد که تایید نشد، سرگردان ما هار میکنه، میاد دور میزنه خاک میکنه و دو امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش، دو امتیاز دیگه میره برای بارانداز، به دوباره بارانداز، یه بارانداز، دو امتیاز دیگه میگیره، 8-0 یه بارانداز بزنه تمام هست، میره برای فیلیپ بی، داور افتاد کشتی رو سرپا میده، در حالی که 34 ثانیه از وقت کشتی، وقت نخست کشتی باقی مونده، 8-0 کامران دلاور از حریف خودش پیش هست، حریف و گیج و سردرگم کرده، سکوت اختیار کردن تماشاگران قزاقستانی در آلماتی. حالا مثل که از نای بینی هم دوچار آسیب دیدگی شده، تقاضی چلنج میکنن مربیان قزاقستان، هدفشون یه نفسی چاق کنه فکر میکنم، چون اصلا اپامی نبود دیگه، مگر اینکه داورا بخوان حق میزبانی بدن، هر چی دلشون میخواد هر کار بکنن، انقدر کامران توانمند هست که اصلا فرقی نمیکنه.
نه توانمند باراندازم امتیاز داشت واقعا حرکات اثر ما ببینیم به این شکل هنر نمایشو به این شکل بین سرگردان مهار میکنه دوری میزنه خاک میکنه به این دو امتیازو میگیره اون چهار امتیازم که دو امتیاز دادن اون زیر دو خمه که گرفت برای اینجا باراندازو دقیقاً به پر زد دقیقاً به پر زد حالا ندنم 6-0 باشه 6-0 باشه دوست داریم بیشتر کشتی بگیره کامران دلاور اینقدر اطمینان داریم به کشتیش اگر هم اعتراض مورد قبول واقعا نشه بله مورد واقع قبول نمیشه و یک امتیاز دیگه به کشتی ما میدم و کشتی میشه 9-0 یک امتیاز به خاطر که اعتراض چون مورد قبول واقع نشد قزاق ها بله بله رو تابلو مشاهده میفون نه رو تابلو و 9-0 برای کامران قاسم پور یک بار دیگه یه ضربه هم زد به دنبال کار کردن دستا به دنبال زیرگیری ناب خودش کاملا کشتی رو بسته میدونی که یه زیرگیر قهار زبردست توانمند هست کامران قاسم پور فقط مواظبه که زیر دو خم نشه درخکن نشه اومده خوب ببازه اومده درخکن نشه این کشتی کاملا گارد رو بسته و ایزه کار رو نمیده برای زیرگیری به دنبال باسم دستاش تو سرگردن کار میکنه کامران 9-0 پیش هست یک بار دیگه برای زیرگیری صدر اقدام کنه که کشیدم دفاع میکنه یه دفاعی مطلق فقط مواظبه که زیر نده وقتی سیسن استاد فرا میرسه میرن از مربیان خودشون و ببینیم که آقای احسان امینی و آقای پژمان درست سرمربی فکور و خوش فکر و زحمتکش نکات لازم به کشگیر خودشون میگن و آخرین نکات رو بگیم یک امتیاز دیگه کار تمام میکنه آخرین کشتی هست ما در فرنگی 4 طلا 4 نقره و 2 برنز گرفتیم آزادم دیروز 1 طلا امیرحسین زاره 1 نقره فیروزپور و حالا حسن یزدانی دلاور ما هم که 1 طلا گرفت و حالا 1 طلای دیگه هم کامران میگیره و تا دل هموطنان از امونو شاد کنه کامران دلاور از خطه پهلوان خیز مازندران جویبار پایتخت کشتی جهان حالا اومده یک بار دیگر یه میدان بزرگ بزرگی کنه دلاوری کنه تا برای وسط به سود خودش میلمه مبارزه آغاز میشه کامران میخواد یه زیره بازم برای زیر اقدام میکنه کامران میزنه زیر کتفان حریف خودش با دستان او برخورد میکنه زیرگیری میکنه اما نمیتونه دستان پرتوان آماده او عبور کنه تا اینکه بتونه به پاهای بیدار کامران قاسم پور برسه حرکات حریفچی کاملا زیر نظر داره کاملا دقت داره تو اینکه بتونه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره دو دست یک دست رو صدر مال خود کنه در این حالت زیرگیری هم میکنه تو همه حالت ها زیرگیری میکنه اما این کشتی رو اومده فقط زیر نده اومده خوب ببازه و باز هم در تلاش است تا اینکه بتونه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره کامران قاسم پور صبح هم میگه 2 تا زیر جانانه گرفت از رقبای خودش میپرسیم به ادامه کار کامران حریف رو تعقیب میکنه یک امتیاز دیگه نیاز داره به دنبال کار کردن دستا به دنبال زیری خم تبدیل به دو خم برای زیری دار میکنه پای مخالف مچ پا میرسه اینکه خاک کنه حریف خودش رو مچ پا رو میاره به وسط دوشک خاک تمام خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوان تبریک میگیم این پیروزی رو به هموطنان عزیزمون به مازندرانی ها به جویباری ها دلاور ایران ماندگار ایران عشق ما ایران
میان بهت جهانیان شدیم جزو 10 کشور سازنده واکسن کرونا. رتبه 7 جهان در تولید نان دارد. رتبه 4 جهان در علم رباتیک. در علم نوین نانو هم 4 دنیا شد. بزرگترین تولید کننده یود خاورمیانه و قرار گرفتن ایران اسلامی در فهرست 9 کشور تولید کننده یود دنیا. در مسیر افتخار از شمال به شرق. رتبه نخست تولید زعفران جهان. دومین کشور تولید کننده داروهای نوترکیب هموفیلی فاکتور 7 و 8 در دنیا. تدریس 21,000 عضو هیئت علمی زن در دانشگاه ها. و رتبه 15 جهان در رشد علمی ما 11 برابر دنیا شد و شدیم رتبه نخست شتاب علمی جهان. رتبه نخست منطقه در تولید انرژی زمین گرمایی یا ژئوترمال. در تولید برق هم رتبه اول خاورمیانه و 14 جهان را به دست آوردیم. رتبه 13 خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در جهان. رتبه اول رشد شاخص توسعه انسانی جهان در 4 دهه اخیر. و رتبه 7 داروسازی جهان. 13 قدرت نظامی جهان و 10 قدرت موشکی جهان. در عرصه فناوری فوق پیشرفته فضایی هم با پرواز سیمرغ ایرانی به فضای لایتناهی 8 کشور برتر دنیا در این عرصه نام گرفتیم. ایران در جمع 5 کشور سازنده لیزرهای پرتوان در جهان. رتبه 4 جهان در تولید علوم درمان ناباروری. رتبه 3 جهان در سدسازی پس از چین و ترکیه. در صنعت هسته‌ای به چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای دست یافتیم. و با همه تحریم‌های 4 دهه گذشته شدیم 18 اقتصاد بزرگ دنیا. و اما مهمترین پیشرفت کشور که در منطقه آشوب زده خاورمیانه امنیت رو برمقان آورده پیشرفت‌های نظامی است. مجله آمریکایی امریکن اینترست ایران را 7 قدرت برتر دنیا در موضوعات دفاعی، موشکی و تأثیرگذاری در سایر کشورها معرفی می‌کند. به جنوب باز می‌گردد. در صنعت فولاد در پله 10 جهان ایستاده‌ایم. در صنعت نفت معمول کشورهایی با توان تولید سازه های بزرگ دریایی شد. من از وارد کننده بنزین به بزرگترین صادر کننده بنزین خاورمیانه تبدیل شدیم. در تولید تجهیزات سبیل‌شایی نفت در صنایع دریایی شدیم رتبه 13 جهان. دومین کشتی نفتکش ساخت شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا با شتاب 11 برابری رتبه دوم رشد علمی در دنیا شدیم. با این توانمندی ها شدیم جزو 10 کشور برتر دنیا در جراحی‌های قلب و دریچه قلب. انحصار آمریکا را شکستیم. تنها صحبت از علم و اقتصاد و قدرت نظامی نیست. توجه به قومیت‌ها و افزایش همدلی و همبستگی میان اقوام غیور و با تمدن ایران زمین از نقاط عطف انقلاب اسلامی هم است. انقلاب اسلامی ایران 43 ساله می شود. انقلابی که همه این دستاوردها را در سایه خودباوری، اعتماد به نفس و جرأت انقلابی به یک ملت هدیه کرد. با سپاس از اینکه نظاره‌گر برنامه ما بودین. چنانچه نکاتی یا بازخوردهایی مد نظر دارین، لطفاً بدون تعارف مطرح بکنید تا به یاری شما بتونیم برنامه‌مون رو بهبود بدیم تا رضایت بیشتر شما رو جلب کنیم. صرفاً جهت یادآوری ما رو لایک، سابسکرایب و شیر کنید تا یوتیوب ما رو به دیگران هم پیشنهاد بده تا اونا هم بتونن از این محتوا استفاده کنن. چنانچه علاقمندید به موضوعات خاصی تو این کانال پرداخته بشه، توصیهاتون رو ذکر کنید تا ما در جهت ارائه اونا تلاش کنیم. ممنون از همتون.